من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد و علیه و صحبه اجمعین. در آیه گذشته بعد از بیان واقعه و داستان آدم و انکار و ابا ابلیس از سجده آدم، این مطلب را خواندیم که ابلیس سوگند یاد کرد همه فرزندان آدم را افسار می کند، تابع خودش در میارد یا آنها را با اغراء و با تحریک ریشهشون را میزند. خدای عز و جل فرمود هر کاری میکنی، هر چی امکانات داری، هر چی قدرت داری، برو به کار ببر. هر کسی که از تو پیروی کند پیروی کند، اما ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان صالح من تو بر اونها تسلط نداری، یعنی بندگان صالح مرا نمیتونی فریب بدی، نمیتونی آنها را به گمراهی و بیراهه بکشی. و کفا بربک وکیلا، رب از نظر کارساز کافی هست، کارهای شما را، مشکلات شما را رب سبحانه و تعالی حل میکند. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله. در ابتدای این سوره بعضی از دلائل عقلی خوانده شد و در وسط اصول کامیابی و موفقیت آمد و بعد از اون بعضی مباحث دیگر مثل مبحث پیدایش آدم و انکار شیطان. اما از اینجا مجددا برمیگرده به سوی توحید و دلائل عقلی. الله می فرماید ربکم الذی یزجی لکم الفلک، رب شما آن ذاتی هست که به حرکت در می آورد. یزجی یعنی می برد، به حرکت در می آورد برای شما کشتی را در دریا. کشتی را در دریا الله هست که می برد، به حرکت در می آورد به وسیله بادها. کشتی های بادبانی به سمت و سوها می روند. لذا الله می فرماید این به حرکت در آمدن و کشتی هر جا هر جا سیر کردن به خاطر چی هست؟ لتبتغوا من فضله، تا که شما فضل الله را بطلبید، یعنی رزق، روزی، الربح فی التجاره، سود در تجارت، همه اینها به دستور رب انجام می گیرد. انه کان بکم رحیما، رب نسبت به شما مهربان است. او مهربان هست که برای شما این همه امکانات را فراهم کرده. و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایا، زجر است.
الله می فرماید هر گاب شما برسد ضرری آسیبی در دریا ظل من تدعون الا ایه، گم می شود اونهایی که شما می خواندید آنها را به غیر از الله. یعنی در دریا وقتی که با مشکل با مصیبت گرفتار میشید تمام خدایان شما دیگه اونجا پیداشون نیست، گم می شوند. الا ایه، به غیر از الله، فقط الله است که به داد شما به درد شما رسیدگی می کند. فلما نجاکم الی البر اعرضتم، زمانی که خداوند شما را نجات میده به خشکی شما اعراض می کنید، اعراض می کنید از توحید، از یک تا پرستی، از فریاد زدن فقط خدا را. و کان الانسان کفورا، این علت است، علت اینه که انسان ناسپاس است، انسان ناشاکر است، به جای اینکه فقط رب را بخواند الان دیگران را هم میخواند. اف امنتم، خدای عز و جل چند صورت دیگه برای عذاب احتمالی بیان میفرماید. الله میفرماید اونجا که خدا شما را غرق نکرد، نجات داد، بعد از اینکه برگشتی بیرون مجدداً داری شرک میکنی، آیا ایمن هستی از اینکه خداوند فردا شما را خسف بکند، در زمین فرو ببرد، در جانب و کناره خشکی، در یک گوشه ای از خشکی خدا شما را در زمین فرو ببرد؟ یعنی خدا فقط تو دریا میتونه هلاک بکند، تو خشکی نمیتوند؟ تو خشکی هم انسانها را در زمین خسف کرده. یا اینکه خدا بر شما طوفانی بفرستد، یا اینکه خدای عزوجل عذاب دیگه بر شما بیاورد، مثلا بار دیگه شما سفر دریایی داشته باشید، مجددا در همون طوفان و در موجهای دریا گرفتار بشی، آیا برای خدا این بعید است که شما الان که نجات پیدا کردید دیگه خدا را فراموش کردی دوباره گرفتار نمیشی؟ الله یادآوری میکنه ای انسان دوباره گرفتار میشی، خدا را فراموش نکن، غیر خدا را فریاد نزن، با خدا شریک نگیر. لذا الله میفرماید و اذا مسکم الضر فی البحر ها اف امنتم ان یخسف بكم جانب البر، تخویف دنیوی، آیا ایمن هستید شما ان یخسف، ای مشرکان، اینکه ان یخسف خدا خسف کند شما را در جانب خشکی، در یک گوشه ای از خشکی، او یرسل علیکم حاصبا، یا بر شما طوفان بفرستد، ثم لا تجدو لکم وکیلا، سپس شما برای خودتان هیچ حامی هیچ کارسازی نیابید. ام امنتم ان یعیدکم فیه تارتا اخرى، یا اینکه شما ایمن هستید خداوند شما را برگرداند در آن دریا، فیه یعنی فی البحر، تارتا اخرى یعنی مرتا اخرى، بار دوم، امونطور که قبلا گرفتار شدید دوباره گرفتار شید. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، بفرستد خداوند بر شما قاصفا، طوفانی از باد. قاصف گفتند هی الریح التي تقصف ای تکسر، به طوفان میگن که میشکند، تقصف یعنی تکسر، میشکند کشتی را و واژگون میکند کشتی را. الله میفرماید که فیغرقکم بما کفرتم، غرق بکند شما را الله به سبب آنچه که کفر کردید. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، سپس نیابید بر ما به وسیله این، یعنی به سبب این غرق شدن، یا علا بهی به معنی علیه هست، بر این غرق شدن طبیعا، طبیع به معنی مطالبا، یطلبنا، کسی که از ما بخواهد، بازپرس به اصطلاح فارسی زبان ها ترجمه کردن بازپرس، کسی که دوباره از ما بازپرسی بکنه چرا اینا غرق شدن، شما ندارید، نمییابید. لذا ای انسان ها شرک نکنید، از اون روز بترسید که خدا شما را گرفتار نکند. حال الله عزوجل مجددا سرزنش بر انسان و ترغیب به سوی دعوت، دعوت
دعوتي للتوحيد ببين اي انسان چه كرامتي بتو بخشيدم چه عزتي دادم. الله مي فرماید ولقد كرمنا بني آدم، ما اكرام كردين بني آدم را، تكريم كردين بني آدم را. وحملناهم في البر والبحر، ما آنها را حمل كردين في البر در خشكي و در دريا، در خشكي بنويس على المراكب سواريها، در دريا بنويس على السفن كشتيها. ورزقناهم من الطيبات، از مال های پاکیزه به آنها دادیم. و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، و این انسان ها را بر بسیاری از مخلوقات ما فضیلت دادیم، فضیلت دادن. پس انسان به این فضیلت، به این لطف، به این نعمت فکر نمی کند، نمی آید به سوی یکتا پرستی، باز هم شرک می کند. یوم ندعو کل اناس به امامهم، الان بشارت هست و بعد از بشارت تخویف است. الله می فرماید که روزی که ما هر گروهی از مردم را با امامشان می خوانیم، یعنی با پیشوایشان، با رهبرشان، با رهنمایشان. فمن اوتی کتابه بیمینه، اون انسانی که نامه اعمال به دست راست داده بشه، فاولائک یقرؤون کتابهم، این افراد، این گروه کتاب خودشان را، نامه اعمال خودشان را می خوانند. ولا یظلمون فتیلا، به اندازه فتیل ظلم نمی شوند. فتیل عرض کردم در شکم خسته خرما یک نخ بسیار کوچک و ضعیفی هست که اون را وقتی که تو دست بذاری پودر میشه. به اون اندازه مثالی هست در حقارت و قلت، یعنی به اندازه کم هم ظلم نمیشه. اما کسی که در این دنیا خودش را از آیات خدا نابینا نشان داد، در این دنیا هم نابینا میشه. این ظلم نیست، این خود انسان است. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کسی در این دنیا اعما باشد، اعما بنویسید از راه نجات، کور باشد از راه نجات. فهو فی الاخره اعما، اون انسان در آخرت هم اعماست. و اضل سبیلا، گمراه ترین است از نظر راه به اعتبار دنیا. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، اینجا زجر و سرزنش هایی هست. بعضی از کفار انتظاراتی داشتن از پیغمبر، می گفتم مثلا بعضی از مسائل تو قرآن نباشد، ذکر خدایان ما نباشد، بر علی اونها نباشد، فضائل باشد، تعریف باشد، تمجید باشد، ما می پذیریم، قبول می کنیم. الله عز و جل توبیخ بیان می کنه که اگر شما از اونها حرف شنوی داشتید، اگر شما به حرف اونها گوش کردید، اون وقت خدای عز و جل شما را مؤاخذه می کند. و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، همانا نزدیک است که شما را بلغزانند، به فتنه گرفتار کنند، بلغزانند از آنچه که ما وحی می کنیم بر سوی شما. لتفتری علینا غیره، تا که بر ما افترا بگوی غیر از آنچه که ما نازل کردیم، یعنی طبق دل بخواهی اونها باشی، اونها دوست دارن. و اذا لاتخذوک خلیلا، در این هنگام شما را به عنوان خلیل و دوست صمیمی اونها انتخاب می کنند. اما من خدا شما را، ای پیغمبر من، شما را ثابت قدم نگه داشتم، نگذاشتم به طرف اونها تمایل نشان بدی، به طرف اونها بلغزی. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر ما باز نمی داشتیم شما را. اینجا یک جمله بنویس که اعتقاد ما هم است، به دلیل اسمت که لازمه نبوت است، خاصه نبوت است. یعنی چرا خداوند باز داشت، جلویت را گرفت، نگذاشت به طرف
کفار تمایل نشان بده، چونکه خدا پیغمبران خودش را معصوم می آفریند. پس اگر ما جلویت را نمی گرفتیم، ثبتناک یعنی منعناک، ما اگر منع نمی کردیم تو را، شما نزدیک بود که تمایلی به کفار نشان بدی، ولی الله پیغمبر خودش را معصوم و محفوظ قرار داده. خب اگر تمایل نشان میدادی چه میشد؟ اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، در این هنگام ما میچشانیدیم شما را دو برابر عذاب دنیا و عذاب آخرت، دو برابر در عالم برزخ و آخرت. ثم لا تجد لك نصيرا علينا نصيرا، سپس نمیافتی بر ما هیچ یاوری، هیچ کمک کننده. ببینید خدای عزوجل وقتی که پیغمبرش را چنان تلنگر میده که اگر این کار را بکنی عاقبت چی میشه، کلماتی که ما نمیتونیم جرات نمیکنیم به زبان بیاریم، ولی چون آیه قرآن است ما میخوانیم. پس شما فکر بکنید یک ملای، یک عالمی، یک کسی که خدا به او علم قرآن و علم کتاب داده، این بیاید و طبق هوای نفس و طبق اهل خرافات تفسیر بکند، مطابق مذهب باطل از خود تفسیر کند، تحریف کند، این دیگه جزایش چی هست؟ این بدترین جزا را پیش خدا دارد. علمایی که کتمان می کنند، تفسیر به رأی می کنند و آیات را به هر سمت و سوی که هوای نفسشون باشد می کشند. ها و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها، مطلب دیگه خدا بیان می فرماید. خلاصه این آیه و مراد این آیه این هست که اینها می خواستند، اینها می خواستند که شما را از سرزمین شما بیرون کنند، یعنی از مکه مکرمه. خب اینا بدانند که وقتی شما را از مکه بیرون کنند، خودشون هم مدت زیادی نخواهند ماند. چرا؟ این سنت الله هست. سنت الله اینه که هر وقتی که پیغمبر بره بیرون از اون شهر، از اون آبادی، بعدن در اون شهر عذاب میاد. همه پیغمبران را شما داستانهایشون را خواندی، اول خداوند فرمود شما برید تا من عذاب بدم. لذا اینا فکر میکنند که رفتن شما از این شهر خوبه، نمیدونن که رفتن شما از این شهر باعث عذابی برای اونها میشه. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که رفت هجرت کرد، سال دوم عذاب آمد در بدر. الله تعالی اونها را کشت، از بین برد، اسیر کرد، خار و ذلیل کرد. پس الله می فرماید و این کادو لیستفزونک من الارض، اینها می خواهند که شما را بلغزانند از زمین. بلغزانند به چه هدفی؟ لیخرجوک منها، تا بیرون کنند شما را از آن. منظور ارض مکه هست. و اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا، در این هنگام نمی مانند پشت سر شما خلافک، یعنی بعد اخراجک، خلف شما، مگر اندک ای زمانا قلیلا. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، الله می فرما این روشه، ای سن الله سنتا، خدا سنتی قائم کرده، روشی ایجاد کرده که چی؟ من قد ارسلنا قبلك، این سنت در آنانی هست که ما فرستادیم قبل از شما از پیامبران ما. اونها را وقتی که قوم ها ایشان ترد کردن، بیرون کردن، اقوام به عذاب گرفتار شدند. علامه اندلوسی نوشته و المعنى ان كل قوم اخرجوا رسولهم، معناش اینه که هر قومی که پیغمبر خودشون را بیرون کردند، من بین ازهرهم، از میان خودشان، فسنت الله ان يهلكهم بعد اخراجه، سنت خدا این است که بعد از اخراج اون پیغمبر اونها را هلاک کرده. و یستأصلهم، ریشهشون را زده. ولا يقيمون بعده الا قليلا، بعد از رفتن او پیغمبر زیاد نماندند، کم ماندند. لذا الان که پیغمبر مرا بیرون کردند، بعد از اون هم زیاد نمی ماند. ولا تجد لسنتنا تحویلا،
برای این سنت ما و این روش و اسلوب ما شما تغییر نمیابید. سنت همینه، قانون همینه. اقیم الصلاة لدلوک الشمس، اینجا در وسط امر مصلحه هست. امر مصلحه به چه معنا؟ که گاهی الله عز و جل در میان بقیه مسائل، احکام، دستورات، اموری که انسان را به خدا نزدیک می کند و باعث تسلی خاطر انسان میشه، مثل نماز، به این امور ما را وادار می کند. الله می فرماید اقیم الصلاة لدلوک الشمس، نماز را برپا بدار. دلوک الشمس، دلوک میگن زوال خورشید، به وقت زوال خورشید منظور است که خورشید که زائل شد نماز بخوان ظهری. الی غسق اللیل، تا تاریکی شب، تا تحت پوشش قرار دادن شب که بعد از اون عصر میاد، مغرب میاد، عشا میاد. و قرآن الفجر، و قرآن فجر، خواندن نماز، خواندن قرآن مجید در نماز فجر، بالخصوص این را الله مولد تأکید قرار میده. ان قرآن الفجر کان مشهودا، همانا به وقت قرائت فجر و خواندن فجر، این وقت وقت مشهود است. مشهودا یعنی تشهده الملائکه، ملائکه همه حاضر هستند. علما و مفسران نوشتن ملائکه شیفت صبح و بعد از ظهر، شیفت روز و شب. اونهایی که روز هستن همین وقت میاند، اونهایی که شیفت شب این وقت میرند. لذا به وقت قرآن فجر هر دو گروه حاضر هستند. و من اللیل فتهجد به نافلت لک، و همچنین از شب تهجد به، تهجد بخوان، تلاش کن. اصل معنی تهجد هست زحمت کشیدن و تلاش کردن، تهجد خواندن. نافلت لک، نافلت لک یعنی زیادت لک. ببینید بعضی علما از این آیه وجوب تهجد برای رسول الله را گفتند. یعنی ببینید بقیه نمازها که ما میخوانیم چند وقتند؟ پنج وقت. اما نماز شب بخوان نافلتن، یعنی زیادتن، بیشتر از اون پنج نماز. نافلتن یعنی چی؟ زیادتن، بیشتر از اون پنج نماز. لکه این مخصوص تو هست. متوجه شدید چطور تفسیر کردیم؟ مخصوص تو هست، یعنی برای امت نیست، برای امت واجب نیست، فرض نیست. زیادتن یعنی واجبتن زیادتن، این واجب اضافی هست که لک برای تو. ای زیادتن لک، تفسیر خازن نوشته زیادتن لک، یرید فریضتن زائدتن علی سائر الفرائض. منظور خدا اینه که این یک فریضه اضافه بر بقیه فرائض است. التی فرضها الله علیک، فریضه که خدا بر تو فرض کرده. بس نافلت لک معنیش اینه، نه اینکه به معنی نفل. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، معلوم میشه که بر نماز شب و بر نماز تهجد بسیاری از انعامات ویژه مرتب هست. خدا به من هم توفیق بده، به شما هم، که همیشه تهجد بخوانید در طول سال. خدای عزوجل به اهل تهجد و صاحبان تهجد و نماز شب عنایات ویژه‌ای دارد، عنایات خاصی دارد، انعاماتی و لطف و لذتی در اون وقت هست که در اوقات دیگه نیست. اینجا الله فرموده عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید هست که شما را ربت مبعوث کند، بلند کند در مقام محمود. یعنی بعد از نماز تهجد این جایگاه را گفته که این جایگاه مال هیچ یک از انبیا نیست، هیچ یک از انبیا نمیتونه این جایگاه را داشته باشه. اشاره به شفاعت کبراست. در حدیث مفصل آمده که همه امتها پیش همه انبیا میرن، هر پیغمبر یک عذری ذکر میکنند، پیش همه میرن که پیش الله عز و جل شفاعت بکنید که تکلیف ما را روشن کند، از بلا تکلیفی نجات بیابیم. همه انبیا
اشاره به هم دیگه میکنن، آدم به نوح، نوح به ابراهیم، ابراهیم به موسی، موسی به عیسی، تا نوبت به رسول الله میرسد. رسول الله میگه وقتی پیش من میایم به سجده میفتم، همین مقام محمود است که الله عز و جل میفرماید که ای محمد هرچی میخوای سوال کن، وشفا تشفا، شفاعت کن پذیرفته میشه، سل تعطا، سوال کن داده میشه. پس این مقام محمود را ببینی خداوند بعد از تهجد ذکر کرده، مناسبتی حتما هست. بله سبحان الله، عسى ربك ان يبعثك، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، رب تو شما را در مقام محمود مبعوث بگرداند. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. این متعلق به انکاد لا یستفزونک هست. الله می فرماید که مشرکین می خواهند شما را بلغزانند تا لیخرجوک منها، از شهر شما بیرون کنند. لذا الان وقتی که بیرون کردن بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، بار الها مرا داخل بگردان دخول صدق و خارج بگردان خروج صدق. مخرج جا به معنی مصدر است، داخل کردنی که در اون صداقت باشد، خارج کردنی هم که در اون صداقت باشد. ببینید خروج که درسته، از مکه خارج شد، اما دخول هم میگویند از همین آیه بشارت است، مژده است که دوباره داخل میشی، دوباره فاتحانه عزتمندانه وارد مکه میشی. لذا این در واقع تسلی هست برای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. پیغمبر داشت میرفت، کلمات پیغمبر را که در وقت رفتن از مکه رو به مکه کرد و ذکر کرد، انسان وقتی که در حدیث میخواند سبحان الله دل به درد میآید که پیغمبر چه محبتی، چه دلدادگی، چه وابستگی به این شهر خدا داشت. میگوید که من اگر قوم مرا بیرون نمی کرد من هیچگاه نمی رفتم، من تو را ترک نمی کردم، به مکه میگه. لذا اون پیامبری که اینقدر دلداده هست، الله او را تسلی میده. یعنی این دعا را از الان بخوان، رب ادخلی مدخل صدق، بار الها مرا داخل بگردان، بار دوم که میام دخولی که در صدق باشد. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور، معنیش همینه که دوباره این یوسف گم گشته اترا، این مکه اترا ما به تو میدیم ای حبیب. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. معنی این آیه همینه که اینکه داری غم میخوری، ناراحتی، از مکه میری، نه، از الان بخواه از خدا رب ادخلنی مدخل صدق. لذا الله تسلی میده، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، قرار بده برای من از جانب خودت غلبه ای که سلطان، غلبه ای که نصیرا، یار و یاور ما باشد، کمک من باشد. و قل جاء الحق و زهق الباطل، اینم بشارت است، بگو حق آمد و باطل رفت. یعنی حق با ورود رسول الله و با ورود لشکر توحیدی به مکه حق آمد، هنوز نیامده، این سوره سوره مکی هست ولی گویی آمد، چونکه آمدنش یقینی هست، مثل ماضی میماند. و زهق الباطل، باطل رفت، ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی هست، باطل باید بره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این هم بشارت است همراه با زجر بر منکرین و مشرکین در رابطه با قرآن.
ما نازل میکنی از قرآن اون چیزی که شفا هست. شفا برای چیه؟ بنویسی برای عقائد فاسده، برای شرک، برای بیدینی. قرآن شفا هست و رحمت للمؤمنین، اون عقیده هست، این عمل است. از نظر عقیده شفا هست، از نظر عمل رحمت هست. رحمت هست برای مؤمنان. ولا يزيد الظالمين الا خسارا، نمی افزاید در ظالمان مگر زیان را، ضرر را. و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نعا بجانبه، این زجر هست. الله می فرماید زجر بر مشرکین است، منظور از انسان، انسان مشرک است. هرگاه ما بر این انسان انعام می کنیم، اعرض، اعراض می کند. و نعا بجانبه، نعا بجانبه، جانب کناره را میگن، پهلوی بدن را میگن، بر میگرداند خودش را، یعنی انحراف نشان میده، کجی نشان میده. این معنی لفظی هست، اما مراد یعنی تباعد عن ذکر الله، از ذکر خدا دور میشه، خدا را یاد نمی کند. و اذا مسه الشر کان یئوسا، اما هر گاهی که به همین انسان شر برسد، منظور از شر چیه؟ مرض، فقر، جدب، قحطی. کان یئوسا، ناامید میشه. از کی ناامید میشه؟ از اصنام، از بتان. الله میگوید قل کل یعمل علی شاکلته، ای رسول الله اعلام کن، کل یعمل، هر کسی عمل بکند، علی شاکلته، بر طریقه خودش، بر روش خودش، ای مذهبه و طریقته، بر منهج و طریقه خودش هر کسی عمل بکند. شما که به توحید بر نمیگردید، خب ادامه بدید، ولی خدا بهتر میداند که کی بر هدایت است. فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا، رب اعلم است، بهتر میداند نسبت به اون انسانی که بر هدایت است از نظر راه. و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، زجر و توبیخ است بر مشرکان، سرزنش است. مشرکان انشاءالله در اول سوره کهف میخوانیم که به ارز کنم یهودی ها به مشرکان گفتن شما از این پیغمبر چند سوال بکنید، یا اینکه اینا خودشون فرستادند، ما از کجا بدانیم این پیغمبر خدا هست و فرستاده خدا هست. اونا گفتن چند سوال بکنید، اگر این سوالات را جواب داد که پیغمبر هست، و اگر نه نیست. یکی اینکه اون جوانان 7 نفری، چند نفر بودن تعدادشان، و اونها کجا رفتند؟ اشاره به اصحاب کهف بود، کجا رفتند و چه مقداری ماندند. دوم اینه که اون کسی که مشرق و مغرب را فتح کرد کی بود. سوم اینکه حقیقت روح چیه، همین سوال. ولی اونا جوابشو میاد، این جوابش را غیر از خدا کسی نمیدونه. اگر جواب داد پس غلطه، اگر جواب نداد این را و به خدا تفویض کرد درسته. الله میفرماید و یسالونک عن الروح، از روح شما را میپرسند. روح اما حقیقتش چیه؟ ببینید روح یک جسم لطیفی هست که لطافتش فوق العاده هست، به قدری لطافت داره که محسوس و مبصر نیست، نه با چشم دیده میشه و نه با یکی دیگر از حواس فهمیده میشه. اما حقیقتش را الله بداند که چی هست. در قرآن همین آمده قل الروح من امر ربی، روح امر رب است. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره حقیقت روح نمیدانستند. روایت از ابو هریره داریم، مضى النبی صلی الله علیه وسلم و ما یعلم الروح، رسول الله تشریف برد از این دنیا ولی روح را نمیدونستند چیه. پس این از اسراری هست که خداوند خودش فقط میداند، مدارک و خازن حواله.
الله می فرماید و ما قل الروح من امر ربی، جواب بده روح از امر رب هست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما علم داده نشدی مگر اندک، خدا به شما اندک داده دیگه دنبال بیشترش نرید. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، خداوند منت می نهد، لطف خودش را یادآوری میکنه. این کلام، کلام الله که رهنما هست، هر چیز را به ما نشان میده. خدا میفرماید اگر ما بخوایم همین را میبریم، شما را از این لطف محروم میکنیم از کلام خودمون. اما نه، ولئن شئنا، اگر ما بخوایم، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، میبریم آن کتابی، آ قرآنی که وحی کردیم به سوی تو. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، سپس شما نمییابید به، یعنی بر آن قرآن، علینا وکیلا، بر ما هیچ کارسازی، کسی که بیاد و این قرآن را دوباره مجددا بیاورد. الا رحمتا من ربک، الا باستثناء منقطع، یعنی لكن، لكن ابقینا، لكن ما قرآن را نبردیم، در میان شما گذاشتیم. رحمتا من ربک، رحمت از جانب رب. ان فضله کان علیک کبیرا، فضل الله بر تو بسیار بزرگ است، بسیار زیاد است. حال به اعجاز قرآن می فردازد که همه بخواهند جمع بشوند مثل این قرآن بیارن نمیتونند. قل لئن اجتمعت الانس والجن، اعلام بفرما اگر جمع بشوند انسان ها و جنات، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بر اینکه بیاورم مثل این قرآن، لا یأتون بمثله، نمیاورم مثل آن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، گرچه بعضی پشتیبان بعضی باشند، بازم نمیتوانم بیاورم. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن، الان فواید قرآن، الله می فرماید برای مردم در این قرآن از همه نوع مطالب ما آوردیم، گردانیدیم و بار بار تکرار کردیم. من کل مثل، از هر موضوع عمده، مضمون عمده. اما فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر مردم انکار کردند، ابا کردند. الا کفورا، غیر از ناسپاسی کار دیگه نکردند، ناشاکری کردند. و قالوا لن نؤمن لك، از اینجا چند تا زجر و سرزنش است بر مشرکان. مطالباتی که قبلا ما اینها را خواندیم اینجا گزارا میخوانیم، مطالباتی از پیغمبر داشتند، اون مطالبات را الله ذکر میفرماید. و قالوا لن نؤمن لك، گفتم ما هرگز به تو ایمان نمیآوریم. حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، حتی که جاری بکنی برای ما از زمین. ینبوعا، ینبوع میگن چشمه‌ای که زیاد آب بده، یعنی فواره بده، چنین چشمه‌ای در مکه. او تکون لک جنت من نخیل، یا برای تو باغی باشد از نخل خرما و عنب، از انگور. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، جاری کنی در وسط آنها نهرها را جاری کردن، یعنی خود سرمایدار بشی، باغ داشته باشی. او تکون، او تسقط السماء، معجزه سوم، خواسته سوم، یا بیاندازی آسمان را، کما زعمت علینا، همان طوری که فکر میکنی علینا، بر ما بیاندازی، کسفا، یک تکی، یعنی عذاب بر ما بیار. او تأتی، چارم، او تأتی بالله، یا خدا را بیاور، پنجم، والملائکه، ملائکه را بیاور، قبیلا، روبرو، روبرو ما خدا را ببینیم یا ملائکه را ببینیم، اینایی که تو ادعا میکنی، یکی از اینها باشد. او یکون لک بیت من زخرف، ششم، یا که باشد برای تو خانه ای از زخرف، زخرف یعنی نگاری، نقش و نگار، زرنگار و منقش، یعنی خانه ارزشمند. او ترقا فی السماء، هفتم، یا اینکه به آسمان عروج کنی، پرواز کنی که ما ببینیم. بازم قبول نمی کنی وقتی به آسمان رفتی. ولن نؤمن لرقیک،
تنها ایمان نمیآوریم به رقیت ایل سعودی که وحده تفسیر مزاری گفته، تنها ببینیم سعود کردی پرواز کردی به این قبول نمی کنیم. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، حتی که برای ما نامه بیاری که ما بخوانیم برای تک تک ما. تفسیر قرطبی نوشته کتابا من الله تعالی الى کل رجل منا، برای هر نفر جداگانه نامه باشد، منتظر دعوت نامه هست حتما. جناب آقای ابو جهل، آقای عتبه، شیبه، برای هر یکی جداگانه بیار. على کتاب من الله الى كل رجل منا، به هر مردی از ما باشد. كما قال الله تعالى بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، هر یکی از اینها میخواد یک صحیفه بازی جداگانه ای داشته باشه. لذا این انتظار را دارند. قل سبحان ربي، جواب زجرشون است، بگو رب من پاک است از شریک. هل کنت الا بشر الرسول، من نیستم مگر بشر و رسول. این کارهایی که شما این کارا کار خدا است، کار بشر نیست. من بشری هستم و فرستاده خدا هستم. لا اله، نیستم اله. و ما اقترحتم من الآیات، آنچه که از آیات شما خواستید، باغ خواستید، چشمه خواستید، نمیدونم عرض کنم که تکی از آسمان بیاندازم، انما هو شأن الله تعالی القادر المطلق، اینا کار خدا هستن، کار پیغمبر نیستن. اشتباهی گرفتید، معنیش اینه. هل کنت الا بشرا رسولا، باز هم ادامه سرزنش زجر. الله می فرماید وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، منع نکرد مردم را از این که ایمان بیاورند زمانی که هدایت آمد، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، مگر اینکه اونها گفتند آیا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده. اونها از این ناراحت بودند. الله می فرماید در جواب، خب ساکنان زمین اگر فرشته بودند ما برای اونها فرشته می فرستادیم، ولی شما ساکنان زمین هم اخی بشرید، برای شما بعد از جنس شما باشد. قل لو کان فی الارض ملائکت یمشون، اعلام بفرما اگر در زمین ملائکه بودن که یمشون راه می رفتند، کما یمش البشر، چنانچه بشر راه میره، اونا روی زمین راه می رفتند. مطمئنین، مطمئنین یعنی ساکنین فی الارض، در زمین چی می کردن؟ ساکن بودن. فرشته ها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ما نازل می کردیم بر آنان از آسمان فرشته ای به عنوان رسول. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، شما دلائل مرا قبول ندارید، الله کافی هست از نظر گواه بین من و بین شما. ای علی رسالتی و ما ادعیت علیه من التوحید و ما ادعیت من التوحید، این ادعای توحیدی که من کردم، ادعای رسالت که کردم، خدا کافی هست. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، این علت است، چون که اون ذات نسبت به بندگانش هم خبر دارد هم بیناست. تخویف اخروی و من یهد الله فهو المهتد، هر کسی که خدا او را هدایت کند او بر هدایت است. اما و من یضلل، هر کسی را که الله گمراه کند، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، برای آنان هیچ حامی کارساز ولی نمی بینی غیر از الله. و گمراهان را الله می فرماید در روز قیامت به چه حالتی میاند. و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم، ما حشر می کنیم آنان را روز قیامت بر چهره هایشان، عمیا و بکما و صما، آنها نابینا هستند، لال هستند، ناشنوا هستند، بر چهره را می روند. پرسیده یا رسول الله چطور ممکنه کسی بر چهره را بره؟ رسول الله فرمود اون ذاتی که بر پاها را می برد اون می تونه بر چهره هم را ببرد. بله، کلما خبت مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم هست،
كلما خبت زدناهم سعيرا. كيفيه جهنم الله می فرمای هرگاه فروکش می کند، خبت یعنی ضعفت، آتش شعله کم میشه. در دنیا هم اینطور یک چیزی را آتش زیاد لازم داره، کمی کم میشه گاز را بیشتر میکنند، شیر را بیشتر باز میکنند تا آتش بیشتر بشه. زدناهم سعیرا، ما می افزاییم در شعله های آن. ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا. دلائل عذاب، این جزایشان هست. چرا؟ بانهم، به سبب اینکه آنها کفر کردن به آیات ما. دلیل اول کفر به آیات، دلیل دوم انکار قیامت. و قالوا اذا كنا عظاما، آنان گفتن هرگاه ما استخوان بشیم، و رفاتا و خاکستر، ای ترابا رمیما، خاکستر، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما دوباره مبعوث می شویم، دوباره از قبرها بلند می شویم به خلق جدید. الله تعالی دلیل برای اثبات قیامت اینجا ذکر می فرماید. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا آنها نمی بینند آن اللهی که آفرید آسمان ها و زمین را، قادر على ان يخلق مثلهم، اون قادر است مثل این انسان ها دوباره پیدا بکنن، اون که خلق آسمان ها و زمین به دست او هست. و جعل لهم اجلا لا ریب فی، برای این انسان ها مدتی تعیین کرده که هیچ شکی نیست. اما فأبى الظالمون الا کفورا، ظالمان انکار کردند، نپذیرفتم بغیر از کفور، بغیر از ناسپاسی. قل لو انتم، الله تعالی در اینجا نکته دیگه بیان می فرماید، اون اینه که خزائن همه آسمان ها و زمین به دست الله است، رسالت هم به دست الله است، کسی را که پیغمبر می گرداند. الله می فرماید اگر خزائن به دست شما بود، شما دست نگه می داشتید، بخل می کردید، مردم از گرسنگی می مردن، شما روزی فراوان نمی فرستادید. الان شما ببینی خدا چه روزی فراوانی می ده. شما تصور بفرمایید روزانه چه مصرفی ما در دنیا داریم، چه مصرفی. این همه انسان، میلیاردها انسان می خورند، می نوشند، می پوشند، این مصرفی ها، اینا را الله چقدر میریزه، میده، میده، هر چه مصرف میکنه الله چند برابر میده. جمعیت بیشتر میشه، خدا بیشتر میده. قبلا جمعیت کم بود، مردم کمتر داشتند، میگن جمعیت زیاد بشه مشکلات درست میشه. الان که جمعیت بیشتر شده، الله بیشتر داده، مردمان سفرهایشون رنگین تر است. لذا الله میفرماید قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اگر شما مالک خزانه های رحمت رب من بودید، من المطر و رزق، جلالین گفته باران مثلا دست شما بود، رزق دست شما بود، اذا لامسکتم، در این هنگام شما دست نگه می داشتید، امساک می کردید، یعنی هیچی خرج نمی کردید، نمی دادی خشیت الانفاق، از ترس انفاق که تمام نشند. چرا؟ و کان الانسان قطورا، الله می فرماید انسان چنین قطور است، تنگ دل است. قطور به معنی تنگ دل هم است، دلش تنگه، به معنی بخیل هم است، بخیل هم قطور است. پس و کان الانسان قطورا، یعنی ضیقا بخیلا ممسکا، اگر به دست انسان بود، دستش را مشت نگه داشته بود، اصلا باز نمی کرد، به کسی چیزی نمی داد. اما رب هست که بر همه شما سرازیر کرده و همه نعمت ها را برای شما ریخته. الله عز و جل در آیاتی که خواندیم در رابطه با اثبات قیامت و قبل از آن انکار قیامت از طرف
مشركين كي گفتن قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اينا لمبعوثون خلقا جديدا. درباره اثبات قیامت بعد از اون دلیلی ذکر کردند. اولم یرو ان الله الذي خلق السماوات والارض الى اخره. حال در این قسمت دلیل نقلی از سیدنا موسی علیه السلام و اینکه موسی علیه السلام با آیات متعدد پیش فرعون رفت ذکر می فرماید و این مطلب را بیان می فرماید که اگر کسی که خدای تعالی در مقدر اون هدایت را نگرداند، ایمان را نگرداند، هرچی که آیات ببیند باز هم از آیات متأثر نمیشه، ایمان نمی آورد. موسی علیه السلام برای فرعون و فرعونیان آیات زیادی برد، دلائل زیادی برد، من جمله 9 آیه که در این آیه بیان شده. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. به موسی علیه السلام ما 9 آیه بینه دادیم، 9 آیه روشن. فاسأل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل بپرس درباره آیاتی که ما به موسی علیه السلام دادیم. اذ جاءهم زمانی که آمد پیش آنان موسی، 9 آیه دادیم. فقال له فرعون انی لأظنك یا موسی مسحورا. این بدبخت که به عناد آمده بود و نخواست ایمان بیاورد و آیات هم باعث نشد که ایمان بیاورد، اون به موسی گفت ای موسی من میپندارم تو را مسحور هستی. مسحور یعنی جادو زده، سحر شده، که مطلب همون مجنون هست. تو تعادل نداری، به جای اینکه پاسخ بده آیات را. این آیات 9 آیه چی بودند؟ 5 آیه را که در یک جا ما خواندیم، در سوره مبارکه اعراف خواندیم. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آیات مفصلات 5 تا اونها بودند. 2 آیه هم در چند سوره خواندیم، عصا و ید بیضا بود. این چند تا شدند؟ 7 تا. و 2 آیه دیگر، یکی زدن موسی علیه السلام دریا را بود که فکان کالطود العظیم، که مثل عرض کنم کوهی شد، تپه‌ای شد وقتی که آب متوقف شد و ایستاد. و 9 آیه علما گفتند دور شدن لکنت موسی علیه السلام، لکنت زبانی که داشت، که وحلل عقده من لسانی یفقه قولی. لذا اینا 9 تا آیه شدند. 1 عصا، 2 ید بیضا، 3 دور شدن لکنت زبان، 4 دریا شکافته شد، 5 طوفان، 6 جراد، 7 قمل، 8 ضفادع و 9 دم. این 9 تا آیه را ما به موسی علیه السلام دادیم. اما پیش فرعون که رفت، فرعون او را مسحور گفت، جادو زده گفت. موسی علیه السلام در جواب و در رد او چی گفت؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. ای فرعون تو میدانی. خب فرعون که نمیدانست، اینجا بنویسه در دل، یعنی تو دلت میدونی. فرعون هم میدانست، تو در دل میدانی که ما انزل هؤلاء، این آیات را نازل نکرده مگر اون ذاتی که رب السماوات والارض است، رب آسمان ها و زمین، نه تو. رب آسمان ها و زمین نازل کرده بصائر، به خاطر
اینکه این آیات روشنی بخشند، بصائر به معنی اینکه موجب و سبب چی هستند؟ موجب و سبب روشنی هستند و دید هستند که به وسیله این آیات انسان می تواند حق را ببیند، حق را متوجه بشه. لذا و انی لاظنک یا فرعون مثبورا، این ترهیب فرعون است، تخویف فرعون است، ای فرعون من تو را میبینم که مثبور هستی. ثبور هلاکت را میگویند، مثبور یعنی هالکن، تو هلاک داری میشی، تو داری با این کفرگویی و انکار آیات الهی داری به طرف هلاکت میری. الله میفرماید فاراد ان یستفزهم من الارض، فرعون خواست که آنها را بلغزاند، براندازد، استفزاز لغزاندن و بیرون کردن از زمین، یعنی من الارض از زمین، زمین مصر منظور است، از سرزمین مصر اونها را بلغزاند، بیرون کند. اما فاغرقناه و من معه جمیعا، فرعون را و هر کسی با او بود همگی را ما غرق کردیم. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، بعد از اون ما به بنی اسرائیل گفتیم در سرزمین خدا سکونت کنید، یا مصر هست یا شام. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا، هرگاه که وعده آخرت بیاید ما شما، ما جئنا بكم شما را می آوریم، لفیفا یعنی جمع، همه را جمع می کنیم، با هم می کنیم. لفیف یه چیزی را که بپیچانی، جمع کنی، یعنی همه شما را، اولین و آخرین شما را ما جمع می کنیم، با هم قرار می دیم و به محضر خودمون می آوریم. لذا برای آمادگی اون روز شما بروید در دنیا عمل کنید. خب این آیاتی بود که بر فرعون نازل شده بود و موسی علیه صلات و السلام این آیات را نازل کرد. حال التفات به سوی اهل مکه هست از اینجا و آیه بزرگی را خدا برای اهل مکه یادآوری می کند، برای مخاطبین قرآن. آیه بزرگ چیه؟ این قرآن است، این کلام زیبای الهی هست. الله می فرماید و بالحق انزلناه و بالحق نزل، به حق ما این کتاب را نازل کردیم و به حق اون نازل شد. به حق دوم به معنی بلا تغییر است، یعنی به همون شکلی که ما نازل کرده بودیم بدون تغییر نازل شد. منظور اینه که کسی که امین این کتاب بود امانت را ادا کرد، یعنی جبرائیل امین، در رابش دستبرد زده نشد، به حق نازل شد، همان گونه که ما نازل کردیم نازل شد. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اما ای پیغمبر شما دیگه آیات دیگری نمی توانید بیاورید، چون در همین سوره ما خواندیم، در درس گذشته خواندیم، هشت چیز اونها مطالبه کردند، او تکون لک جنه، او تسقط السما، او ترقى في السما الى آخری. پس این کتاب آیه بزرگی هست، شما مبشر و نذیر هستید، کارتون معجزه نشان دادن و معجزه ظاهر کردن نیست، کار شما مبشر هست، شما مژده می دهید و می ترسانید از عذاب خدا. و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. الله می فرماید که این قرآن را ما کم کم نازل کردیم، فرقناه، منظور تفسیر قرطبی نیست، فصلناه، اما بعضی دیگه می گویند که فرقناه تدریجا نازل کردیم کم کم، لتقرأه على الناس، تاکه بر مردم بخوانی، على مكث، با درنگ، با اطمینان، با اطمینان خاطر.
و نزلناه تنزیلا، و ما نازل کردیم او را تنزیل به صورت تدریج، به صورت کم کم. چرا الله عز و جل قرآن را به صورت کم کم نازل کرده؟ تفسیر کبیر امام رازی گفته انما فرقه لیکون حفظه اسهل. کم کم نازل کرد اولا تا حفظش آسان بشه، اون چی که خدا بیان فرموده آسان تر اون حفظ بشه. وليكون الإحاطة والوقوف على دقائقه وحقائقه أسهل. تا اینکه احاطه کردن این قرآن و اطلاع حاصل کردن بر دقائق قرآن، بر لطائف و ظرافت های قرآن و همچنین حقائق قرآن آسان تر بشه، به این خاطر کم کم نازل کرد. لذا اکنون خطاب به مشرکین است که این قرآن با این ویژگی ها با این صفات نازل شد. قل آمنو به او لا تؤمنو، مگو شما ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، به هر صورت ان الذين اوتوا العلم من قبله. اما اینجا دلیل نقلی از علماء منصف اهل کتاب است، علماء با دیانت با خدا، اونهایی که وقتی که آیات خدا را میشنوند به سجده میفتند. ان الذين اوتوا العلم من قبله، اونهایی که قبل از نزول این قرآن علم داده شدند، یعنی از اهل کتابی که ایمان آوردند، امثال عبدالله ابن سلام و شاگردان و مریدان ایشون، اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا، هرگاه تلاوت میشه بر آنان می افتند زقن. زقن است منظور اینه که به چهره می افتند، سجده کننده. این اذقان مبالغه است، وقتی که ما به چهره می افتیم چه بخشی از چهره مون به زمین می خورد؟ پیشانی و بینی. اما خیلی انسان چی بکند؟ بخوابد روی زمین، زقنش هم می خورد، زنخ به اصطلاح، زقن. مبالغه است، یعنی اونها همش به سجده می افتند. و یقولون سبحان ربنا، اون تأثر بدنی بود، تأثر جانی بود که یخرون، این تأثر زبانی است. و یقولون، بی اختیار میگوین سبحان ربنا، رب ما پاک است، ان کان وعد ربنا لمفعولا، همانا رب ما شدنی است، وعده رب ما شدنی است، یعنی انجام گرفت اون وعده که الله داده بود. وعده که داده بود چی بود؟ علامه مظهری نوشته منظور از وعده، وعده که در کتاب های گذشته الله داده که نبی خاتم و نبی آخر الزمان مبعوث میشه و کتابی باش نازل میشه. وقتی که آیات این کتاب را میشنوند اونها بی اختیار به سجده می افتند و میگویند که این وعده پروردگار بود که انجام گرفت. چنانچه نوشته یعنی ما وعدنا الله فی الكتب المنزله و بشر به، آن وعده که خداوند با ما در کتاب های منزله کرده و به ما را مژده داده و بشارت داده که چی؟ من بعثت محمد صلی الله علیه وسلم و انزال القرآن علیه، این که محمد مبعوث میشه و قرآن بر او نازل میشه، این وعده کان منجزن، انجاز شد، یعنی وعده تحقق پذیرفت. پس اونها میگویند که این کان وعد ربنا، انه به درستی که وعده رب ما شد، انجام گرفت، شد اون چیزی که فرمودن. و یقرون للاذقان، به زقن میافتند در حالی که یبکون، این تأثر عینیشان هست یا تأثر قلبی که گریه میکنند. و یزیدهم خشوعا، این تأثر قلبی است و قرآن در اونها از نظر خشوع و فروتنی می افزاید، تواضع اونها را بیشتر می کند، فروتنی اونها را بیشتر می کند. و آخر تأثر قلبی بود. پس الله می فرماید این قرآن
کتابی هست که علماء اهل کتاب، علماء ربانی و حقیش در مقابل این قرآن این تأثیرات را دارند. شمایید که قبول نمی کنید. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن در پایان سوره، مضمون اصلی سوره یعنی توحید مجدد بیان میشه. الله می فرماید شما الله را بخوانید یا رحمان را، چه صفت رحمان را به زبان بیاورید، چه لفظ جلاله الله را. ایما تدعو، هر یکی را با هر نامی الله را شما صدا بزنید، فله الاسماء الحسنى، ایما تدعو با هر نامی صدا بزنید الله تعالی اجابت میکنه، چونکه فله الاسماء الحسنى، فقط برای او هست نام های زیبا. منظور اینه که نام های متعدد در توحید اشکالی وارد نمی کند. ذات یکی هست، صفات متعدد است. فالتعدد فی الاسماء لا یقدح فی التوحید لان المسمى بها واحد. چه کلمه رحمان بگی، چه کلمه رحیم بگی، چه کلمه کریم بگی، چه لفظ جلاله الله بگی، کسی نمیتونه بگه اینا زیاد شدند. اسماء، اسماء حسنای الله تعالی، صفات عالیه و زیبای رب زیاد هستند. ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت، اما آداب دعا، صلات و دعایت رب بلند بلند نگو، ولا تخافت بها، آهسته که هیچ تأثیری داشته نباشد هم نه. و ابتغ بین ذلک سبیلا، بین این به طلب و بین این پیدا کن راهی را. منظور اینه که متوسط بین الجهر و المخافه، طوری که در وجود خودت تأثیر گذار باشد، خودت بشنوی، این نباشد که در دل باشد و این نباشد که جهر باشد که اطرافیان اذیت بشن. و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، در پایان سوره عرض کردم مجدد توحید، اقرار کن، اعتراف کن، الحمد لله الذي، تمام تعریف ستایش و مدح مر الله را که الذي لم يتخذ ولدا، اون الله هذه را به عنوان ولدیت، به عنوان نائب ولدا، ای نائبا متصرفا في الامور، کسی را به عنوان نائب و در امور متصرف قرار نداد. ولم یکن له شریک فی الملک، در ملک و در پادشاهی هیچ شریکی ندارد. ولم یکن له ولی من الذل، و نیز برای او ولی یعنی مددکاری، حامی، کسی که خدا را کمک کند، من الذل از روی عجز، یعنی خدا اعوذ بالله عاجز بشه از کسی دیگه کمک بگیرد. و کبره تکبیرا، و بزرگی او بیان کن، بزرگی یعنی عظمت و بزرگی ربت را بیان کن. صدق الله العظیم. من فیض مولانا الغفور قرآن رب العالمین جاء فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحل يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل